خدمت شما عرض می کنم که این قصه به میان آوردن این داستان نقد بر شاهنامه از جناب خالقی مطلق اینها سر و صدای عجیبی به راه انداخته است و دوستان هنوز درگیر ماجرا هستند. یک سایتی هست شهر یک چیزی، حالا من اسمش نمیبرم به خاطر که تبلیغ نشود، فرض کنید شهر فراز از شبد که ایشان این آمده است این سایت و یک مرد محترمی که اسمش هم نمیدانم چیز خودش هم معرفی نکرده بود بود، یعنی از میان همه سخنهای ما که خدمت شما عرض کردیم و سعی کردیم که رعایت انصاف و عدالت و منطق سخن فردوسی رو بکنیم، آمدت برداشت است و نمشت است و اینها بماند. و بعد از کنم که من آمدم و یک ایمیل خیلی مؤدبانه خدمتشون فرستادم که دوستان عزیز، شما مطلبی در اینجا در واقع منتشر فرموده اید، مقاله من در جواب شما دارم که این رو در همون جا بگذارید. تصور بفرمایید چه کردم؟ جواب اون ایمیل رو هم ندادم، در حالی که این برنامه سرزمین جاوید و این سایت بهرام مشیری حداقل 500 برابر اون سایت هم بیننده دارد هم شنونده. خواستم احترامی باشد به اینها و این که اون سخنی که اونجا گفته در همونجا. ببینید ذهنیت، ذهنیت کاملا استبدادی است، خیلی خیلی شگفت انگیز است که ادیب هم مستبد باشه. هیچ جواب اون ایمیل رو مرحمت نفرمودن و بسیار خوشحال هستم، واقعا عرض کنم که نمیدونید چقدر من خوشحال هستم که امروز داشتم در همون سایت دیدم که چه میزان هموطنان بازوق و دانا هستن که جواب اون آقا رو داده بودن. خود آقا هم درمانده حالا به این هموطنان چه جواب بدهد و من بسیار خوشحال هستم که با این همه گرفتاری هایی که ما داریم به لحاظ سیاسی و غیره و اینها هنوز هستن کسانی که توجه به قضایای فرهنگی دارن، توجه به شاهنامه فردوسی دارن، توجه به دقایق ادبی دارن و در واقع سره از ناسره رو تشخیص میدهن، یعنی در چاه هیاهوی جاهلانه مدعیان معرفت و علم نمیافتن. و از شگفتی ها این که حالا من روز چهارشنبه که روز شاهنامه هست و تحلیل میکنیم جنگ رستم و اشکوز، اونجا بیشتر صحبت میکنیم، اما سعی کردن این مرد محترم دانشی کهنسال یعنی آقای یارشاطر رو هم ایشون رو هم وارد این هیاهوی جاهلانه بکنن. این مرد محترم هم داناتر از این است که به این چه این بنده گرده جوابی نوشته است که آقا شما کار خودتون را بکنید، اگه کار شما خوب است ادامه بدهید، یه همچین فحبایی داشت. بله، و در یک جواب خیلی کوتاه که دیروز در حدود چهار صفحه که من نوشتم خدمت این استاد محترم، قضایا رو توضیح دادم که ایشان دو سوی قضیه را بداند، این آقایان تنها به قاضی نرفته باشند. این یک مطلبی بود که خواستم با شما هم در میان گذاشته باشم.